سلام خدمت تمام شما خوبایی که با برنامه پخت پز هستین. تمامتون خوش آمدید میگم به یکی دیگر از برنامه. خیلی خوش هستم از اینکه نیم ساعت مهمان خانه های شما عزیزان هستیم و امروز هم میخواهیم یکی از غذاهای خیلی خوشمزه دیگر براتون آماده بسازیم. امروز ما خواستم یک بیف برگر براتون آماده کنم، چون خیلی دوستای ما از طریق کامنت بر ما از طریق اینستاگرام و یوتیوب برنامه بر ما کامنت گذاشته بودن، گفته بودن بر ما یک برگر آماده بسازین. ما خواستم براتون امروز یک بیف برگر بسیار مزه‌دار از مواد بسیار ساده آماده کنم تا یک خودتان برات در خانه بتوین آماده کنین، از اینکه از بیرون خریداری کنین کرده خیلی خوب است. در خانه یک بیف برگر البته بسیار مزه‌دار بتونیم که آماده بکنیم. بعدش رو مواد لازم شه به تمام شما خوبایی که با ما هستین به معرفی میگیرم. مواد لازمه ما هم است: یک بسته نان برگر، کچالو برای چپس مقدار لازم، گوشت سرخی ماشین شده نیم کیلو، بادرنگ 4 عدد، پنیر ورقی یک بسته و 2 عدد تخم، گشنیز مقدار لازم، کاهو 1 عدد، 2 عدد بادنجان رومی و 1 عدد پیاز و کچپ هم مقدار لازم. مواد لازم هم براتون به معرفی گرفتم. ایستا ایستا کارای خدا دیگه به خیر شروع میکنیم. اینجا من روغن گذاشتیم، یک 3 عدد کچالو رو من ریزه ریزه کردم به خاطر چپس، اما در بیف برگر از چپس استفاده نمی کنیم، صرف به خاطر تزیین ظرف من خواستم یک کمک چپس هم براتون پخته کنم و آماده بسازم. و همیشه شما اگر برگر آماده کنین شاید در پهلوی بیف برگر یک کمک چپس هم همراهش داشته باشین. حرارت روشن میکنیم، میگذارم تا که روغن خوب گرم شود. داش رو دمی روغن چپس آماده میکنیم. بعد از او باز گوشت اینا رو میخوایم آماده بسازیم، اما گوشت هم میخوایم به عدد تخم یا کمک آرد کمک نمک خوب البته مخلوط کنیم. و یک ظرف شیشه بزرگم ضرورت دارم که من میگیرم و میخوایم گوشت اضافه بکنیم. من از نیم کیلو گوشت سرخی ماشین شده استفاده کردیم. گوشت هم اضافه کردیم در ظرف. اینجا 2 عدد تخم داریم ما. 2 عدد تخم مرغ است که 1 عددش هم میخوایم اضافه کنیم، چون اگر 2 عدد شما اضافه بکنم اما در مواد ما 2 عدد گرفتم، باز 1 عدد دیگه شه میخوایم که زردی و سفیدی شه باز خوب، البته زردی شه دور کنیم، تنها سفیدی شه در یک ظرفک میگیریم. باز می گوشت را که ما به خاطر بیف برگر آماده کردیم یک دفعه در او سفیدی تخم مرغ اضافه کنین، باز در روغن سرخ کنین. یک خوبی داره که گوشت خود باز نمیکنه. حالا برای فعلا صرف 1 عدد تخم مرغ با زردی و سفیدیش میخواییم که بالای گوشت اضافه بکنیم. و اینجا کمک آرد داریم. آرد ترمیده است یا آرد عادی است، بسیار کم در گوشت من آرد اضافه میکنم به خاطر که گوشت خود بگیره و در روغن هم باز نشه. معمولا ما شما گوشت که بر بیف برگر از گوشت سرخی استفاده میکنیم، اگر شما یک سه قاشق اندازه سه قاشق غذاخوری و آرد درش اضافه نکنین باز یکم گوشت خود زود بازم میکنه و خود صحیح نمیگیرم و جور کردنش هم یکم مشکل میشه. به خاطر من اندازه سه قاشق غذاخوری آرد خواستم که در گوشت ماشین شده و یک عدد تخم مرغ اضافه کردیم. یکم که نمک هم ضرورت داریم، میخوایم که نمک هم دیگه اضافه کنیم مقدار لازم. و حالا میخواییم که گوشت خوب مخلوط کنیم، اما قبل از اینکه من گوشت مخلوط کنم میخواییم کچالو رو هم در روغن، امی چپس که برای بیف برگر میخواییم آماده کنیم، در روغن اضافهش میکنیم. اینم این رو اضافه کردیم. خب منتظر میباشیم تا که دیگه البته سرخ شون. وقتی که یک مقدار سرخ شد باز ظرف بیرونش میکنیم، یک مقدار دیگه شه باز ما میخواییم که اضافه کنیم در روغن تا که کاملا سرخ شوند و ما حرارت هم دیگه زیادتر موندیم. و حالا گوشت مخلوط میسازم. حالا گوشت مخلوط میکنیم تا که با نمک و یک عدد تخم مرغ یک کمک آرد که اضافه کردیم خوب مخلوط شود. بعض وقتا اگر دیدیم که گوشت هنوز هم یک کمک نرمتر بود میتونیم حداقل 5 قاشق غذاخوری هم آرد درش اضافه کنیم، هیچ کدام مشکل نداره، البته در نیم کیلو گوشت. اینه هر قدری گوشت با دست ما خوب مخلوط کنیم و فشار بدیم به اون اندازه خوب است، بخاطر تا وقت باید گوشت ما و شما مخلوط کنیم که گوشت خودش یک چسبندگی پیدا کنه. اندازه 1-2 قاشق غذاخوری دیگه ما میخواییم که آرد اضافه کنیم و حالی را خوب مخلوط می سازیم.
تا که گوشت کاملا با این مواد مخلوط شوه. از مسالجات اینا من اصلا نخواستم در گوشت استفاده کنم، اما بازم اگر شما دوست داشتین میتونین به خاطر طعمش استفاده بکنین. اما من گوشت وقت ماشین میکردم، پیازم در گوشت ماشین کردیم و مرچ تازه هم ماشین کردیم. با یک کمک اون برگای گشنیز من با گوشت یک جا ماشین کردم به خاطر که طعم ذائقه‌ش خیلی خوب تر میسازم. خوبی گوشت من مخلوط ساختم. حالا ظرف هم اکساریم در این قسمت و خوب است که من دستکش های من هم دور کنم. گوشتی که میخواستیم البته برای بیف برگر آماده کنیم کاملا آماده شده و میخواییم که باز تمام گوشت را که مخلوط کردیم اضافهش کنیم در این ظرف. شما دیدین که من یک پنج قاشق غذاخوری آرد اضافه کردم با نمک و همچنان البته یکم که نمک اضافه کردیم، آرد اضافه کردیم و خواستیم یک عدد تخم مرغ با زردی و سفیدیش اضافه کنیم، کاملا گوشت مخلوط ساختیم. خب من یک دستکش دیگه هم بگیرم چون دستکش ها من گوشت مخلوط کردم دیگه. خب گوشت دیگه برای بیف برگر کاملا آماده شده، منتظر هستم تا که نمی چپس آماده شده. بعد از او باز دیگه ما گوشت بیف برگر هم دمی روغن با سرخ میکنم. چپس ها صرف بخاطر تزین من خواستم آماده کنم. یک سی عدد کچولو بود که من ریزه ریزیش کردم. خب آیست آیست دیگه چپس هم آماده میشه. من باز یک ظرف میارم، میخواییم در اون ظرف اضافهش بکنیم. یک مک مقدار دیگه شم مانده کورم باز من سرخ میکنم و گوشتم بر بیف برگر من که ماشین کردم. یک نیم عدد پیازم در گوشتش من ماشین کردیم، یک دو عدد مرچ تازه به خاطر طعمش و ذائقهش خیلی خوبتر شد. خود گوشت کمک تندتر باشه خیلی خوب است با یک مک برگای گشنیز. و در این لحظات برنامه وقفه خیلی کوتاه داریم، مرا تنها نگذارین، زود برمیگردیم. ادامه برنامه هست و تمام شما عزیزای دل خوش آمدید میگم. خب در جریان وقفه ما کاملا تمام چپسایی که به خاطر تزیین بیف برگر آماده می ساختیم آمادهش از روغن بیرونشان کردیم و حالا میخواییم که دستمون رو کمک با روغن چرب کنیم. ما در جریان وقفه روغنشون زیاد گرم شده بود، حرارتش خاموش کرده بودم، حال دوباره حرارتش روشن کردم و گوشتی که برای بیف برگر آماده کردیم میخواییم که آمادهش بسازیم. کمک دستمون رو با روغن چرب میکنیم به خاطر که گوشت خیلی براحتی بتونیم که جور کنیم. اینا ببینیم که ما بسیار به راحتی و آسانی گوشت رو میخواییم آماده بسازیم. اما یک عدد تخم هم اینجا داریم که سفیدیش هم ضرورت داریم که در اینی ظرفک تنها سفیدیش رو جدا میکنم. سفیدی تخم اضافه میکنیم در این ظرف رو میخواییم که تنها از سفیدیش باز دست ما رو در سفیدی تخم هم بزنیم. باز یک خوبی داره ای که گوشت خود باز نمیکنه در روغن. اینه کمک دست ما رو در سفیدی تخمام زدیم و گوشت که بر بیف برگر هست و این رو میخواییم که هموار بکنیم. خوب این رو هموار میسازیم تا که داخلش هم خوب دیگه سرخ شد. حالا اضافهش میکنیم در روغن. یک طرفشان که کاملا سرخ شد باز طرف دیگه شده دور میدیم. بسیار به راحتی و آسانی ببینیم که ساده ای هموار میشه. این و سفیدی تخمان باعث میشه که خود باز نکنه در روغن. یه رقم بعض وقت شما گوشت شاید به بیف برگر آماده کرده باشین، وقتی شما در روغن ایر اضافه میکنین خود کف کف میکنه گوشت. اما به این شکل اگر شما دستانه در سفیدی تخم بزنین هیچ وقت گوشت باز نمیشه. اضافهش کردیم در روغن. وایسته استای سرخ میشه دیگه. تا که اینا سرخ میشن میار پشت رو کدم میرم باز میخواییم یک مقدار دیگه سرخ کنیم. برای فعلا حرارتش بیشتر ماندیم، اما بعد از اینکه دیدیم که باز روغن زیاد گرم شد حرارتش کمتر میکنیم. خوب است که یک چند عدد دگام ما جور کنیم و یک چند دقیقه دگام میمانیمش. بعد از او باز
دیگه میخواییم که از روغن بیرونشون کنیم. اینه خوب هم وارش کردیم. حال این هایی که هم وارم کردیم اضافه کردم دایی و یک ظرف ضرورت داریم. ظرف میگیرم اینایش که کاملا سرخ شدن اینا رو تمام شد از ظرف بیرون میکنیم. اینه این ظرف اینجا گذاشتیم من و حالا همه گوشت های بیف برگر ما که سرخ شده کاملا از روغن میخواییم که بیرونشان کنیم، چون کاملا تمام اینا سرخ شدن و آماده شدن. و یک چند عدد دیگه هم باز ما میخواییم که سرخ کنیم و آماده بسازیم. اینه یک سه چهار عدد دیگه هم آماده میسازیم، چون چهار دانه بیف برگر مجور میکنم و در هر بیف برگر دو عدد از این گوشت هایی که سرخ کردیم ضرورت داریم. اینه اینا رو هم دیگه انوار کردم. یک چند عدد دیگه هم چون گوشت باقی مونده میخواییم که تمام شه سرخ کنیم دیگه. بسیار راحت من اینا رو هوار کردم و اضافیشون کردم در روغن و میخواییم که با سرخشون کنیم دیگه. یک طرفشون که سرخ شد طرف دیگه شده دار میدیم. شما موادشون دیدین که من کدام موارد در گوشت اضافه کردم و پنج قاشق آرد که در گوشت من اضافه کردیم هم یک خوبی داره که اصلا گوشت هم خود باز نمی کنه و خیلی براحتی میتونیم که هموار کنیم. سه عدد دگام اضافه کردم و ترکاری های ما تو باقی موندک باز ترکاری ها را میخواییم تمامش هر ریزه ریزه کنیم و در بیف برگر دیگه باز اضافه شان میکنیم. اینه به این مقدار امی گوشت هایی که سرخ کردیم دیگه به این برگر ما کفایت میکنه. اینجا یک مقدار مواد اینجا باقی مونده که باز برنامه که تمام شد بخری رو من میخوایم سرخ کنم برم کارا یک جا تا که باز یک چند دانه برگر دگام از این مواد جور کنیم. مگذاریمش ده اینجا ظروف که ضرورت ها نداریم از بالای میز دورشان میکنیم و گوشت که سرخ شد آیسته آیسته دیگه ترکاری ها رو آماده میسازم. تخترم خوب است که من بگیرم. اینجا تخته هست. بادرنگ ریزه میکنیم، کاهو را میخواییم آماده بسازیم، پیاز با بادنجان رومی. خب تختر ما در قسمت میگذارم. همین گوشت هایی که خواستیم سرخ کنیم هم یک بار پشت رو میکنم چون حرارتش زیاد است نسوزن. اینا را یک بار پشت رو کردیم تا وقتا میخواییم که کاهو را آماده کنیم. قبل از اینکه برنامه آغاز شد همه ترکاری ها را تمامش پاک شستیم و از کاهو را صرف برگایش را میخواییم استفاده کنیم. چند برگ روی کاهو را من دور کرده بودم و برگایش را به این شکل جدا میکنیم از چند برگش در بیف برگر میخواییم که استفاده کنیم. گوشت ما ایستا ایستا سرخ میشه دیگه باز و میخواییم که حرارتش را خاموش کنیم. به این مقدار برگای کاهو کاملا کفایت میکنن. برگای کاهو را هم گریزه کردیم. دوباره تمام شد این ظرف میگذارم تا یکی باز استفاده کنیم از اینا و گوشت هایی که برای بیف برگر هم سرخ کرده بودیم آماده شدن از روغن یک یکی بیرونشان میکنیم. حرارت روغن هم من خاموش کردم. خوب است که تخت را پیش بانم که شما بتونین خوب در تصویر شب ببینین و اینا رو در قسمت میگذاریم. خب بادنجان رومی هست. بادنجان رومی را دو عدد بادنجان رومی است که میخواییم حلقه حلقه ریزیشان کنیم با پیاز و از یک چند حلقه پیاز هم من خواستم که استفاده بکنیم. حلقه اگر نازکتر هم بگیریم خیلی خوب است. به این اندازه بادنجان رومی را هم حلقه حلقه ریزه میکنیم و حلقه خوب نازکتر میگیریم. اینه به این اندازه. بادنجان رومی یکی از ترکاری با بسیار خوب است. منبعی از آهن است. به خاطر رفع کمخونی ها خیلی مؤثر است. شما از بادنجان رومی استفاده بکنین.
خب یک مقدار بادنجان رومی هم بود که من القلقه ریزیش کردم تمام شد، در این ظرف بزرگ میمانه به خاطر تزیینش باز استفاده میکنیم و از یک چند حلقه پیاز هم میخوایم استفاده کنم. البته پیاز هم حلقه حلقه اگر ریزه نکنیم به این شکل نازک نازک ریزش کنیم هیچ کدام مشکله نداره. پیاز هم خیلی خوب است و در این بیف برگر میخواستم از کمک پیاز هم استفاده کنیم. پیاز به این شکل هم میتونیم استفاده بکنیم، اما اگر خواستیم میتونیم در روغن بسیار کم یک کمک ایره باز سرخام کنیم. به این مقدار پیاز هم ریزه ریزه کردم، اینجا در ظرف گذاشتیمش و دیگه کاملا موادای ما آماده هست. صرف اینجا بادرنگ است که بادرنگ هم میخواییم که باز پست کنیم و به خاطر البته بیف برگر میخواییم استفاده بکنیم و استا استا باز اینا رو آماده میسازیم. پنیر ورقی است و خود گشنیز است که به خاطر تزینش باز میخواییم استفاده بکنیم از گشنیز. تا اینکه من بادرنگ ها رو پست میکنم تمام شده ریزه میکنم، وقفه خیلی کوتاه داریم، زود برمیگردیم با ما باشیم. ادامه برنامه هست و تمامتان خوش آمدید میگم. خب در جریان وقفه من تمام البته ترکاریان بادرنگان پست کردم و ریزه کردم و نانایی که به خاطر بیف برگر هم میگرفتیم از وسط تمامش نصف کردیم. حالا میخواییم بیف برگر رو تمامش آماده بسازیم. هر چهار شب میمونیم و میخواییم که اول رویشان خوب کچپ چرب کنیم. از کچپ تند خواستیم استفاده بکنیم. اینم و این برگر رو باز یک چند دقیقه آوریم. من میخواییم حرارت داش روشن کردیم، در داش بانم که پنیرش آب شوه و خود بیف برگر هم نانش گرم میشه، باز بسیار ذائقه خوبه میگیره. به خدا تمام قسمت هایشه کچپ چرب کردیم و از پنیر ورقی خواستم استفاده کنیم که اینجا پنیر ورقی هست و میخواییم که پنیر ورقی هم روش بگذاریم. اینا خب اگر بعض وقت خواسته باشیم میتونیم در بیف برگر از پنیر وطنی هم استفاده کنیم. پنیر وطنی رو برگ برگ ریزه کنین و درش یک کمک میتونین که شما چون دست ما دستکش است یک کمک با مشکل اینا پنیر وطنی را کمک در روغن بسیار کم سرخ کنین تا بیف برگر استفاده کنین، بسیار ذائقه خوب میگیره. اما اگر خواستین میتونین به شکل از پنیر ورقی هم استفاده کنین، هیچ کدام مشکل نداره. یک عدد دیگه شون باقی مونده، اما دو دلا پنیر ورقی میگذاریم باز در بیف برگرهایی که امروز براتون من میخوایم آماده کنم. از کاهو برگای کاهو استفاده میکنیم. اینم از یک برگ برگای کاهو استفاده کردیم. کاهو در بیف برگر حتمی است که ما شما استفاده کنیم. از یک حلقه بادنجان رومی استفاده میکنیم. اینم از یک حلقه بادرنگ هم استفاده میکنیم و گوشت های آماده کردیم میگذاریم بالاش. گوشت هایی که برای بیف برگر ما خواستیم که آماده بسازیم اینا. و حالا دوباره یک لایدگام میخواییم که از پنیر ورقی استفاده کنیم. قالب داش همه اینجا تیار ماندیم دیگه، باز یک دو دقیقه کوریده داش میمانیم. داش هست قبل ما روشن کردیم، همی که بانیم دیگه پنیرهایش آب میشن. دوباره یک لبازم پنیر ورقی استفاده میکنیم و این هم من کمک کارا رو زود انجام میتم چون که وقت برنامه هم کم است. این هم حالا دیگه موادای ما تمام شد. حالا اینا رو میگذارم و در قالب داش میمانیم شون. یک چند دقواری در داش میاره میمانم و قضی آدم نیست، صرف کمی پنیرش آب شدم. اینه دیگه باز تزینش میکنیم در ظرفم. خوب است که من هیره کمک زودتر ببرم و
داداش بانم. صرف یک چند دقیقه وری داداش میمانیم. چپس آماده کرده بودیم. گذاشتیم. در یک قسمت های ظرف. و یک چند برگ گشنیز است. میخواییم که در ظرف بگذاریمش و برگرام دیگه باز پنیرش آب میشه چون داش بسیار گرم بود و درجه داش هم من بیشتر گذاشته بودم. خب حالا خوب است که یک بار ببینیم که بیف برگرا آهسته آهسته آنها میبینیم که پنیرش آب میشه. اوقدر زیاد هم نمیگذاریم میشه دوستان به خاطر که صرف پنیرش آب میشه داش هم بسیار گرم بود. اینه میبینیم که پنیرش کاملا آب شده و خود بیف برگر هم گرم شده چون که داش بسیار زیاد گرم بود. حالا یک عدد میخواییم که تزینش کنیم. اینه چون یک کمک گرم هم از دوستا و یک خوبی داره که خود امی برگر هم گرم میشه. وقت خوب خوش برتان میخواییم. اوقات لذات خوب خوش. خداوند یار نگهدار همه شما باشه.